بسیار خوب، میریم بقیه ماجرا رو ادامه بدیم. میگه که چون رستم نگه کرد خیره بمان، جهان آفرین را فراوان بخوان. آه کجا بودیم؟ ها، میگه سپه از این هدیه شاه باید نخست، پس آنگه مرا و تو را بهره جست. سپه بعد یعنی جناب طوس بیامد، همه گرد کرد برفتند گردان به دشت نبرد، کمرهای زرین و بیجاد تاج ز دیبای رومی و از تخت آج، ز تیر و کمان و ز برگستوان، ز گوپال و از خنجر هندوان، یکی کوه شد در میان دو کوه. این در میان دو کوه رو خیلی فردوسی در مورد موقعیت لشکر ایران هی تکرار میکنه. یکی کوه شد در میان دو کوه، نظاره شده گردش اندر گروه، کمانکش سواری گشاده بری، به تن زورمندی و گنداوری، خدنگی بینداختی چار پر، از این سر بدان سر نکردی گذر. میگه اگر یه تیری یک زورمندی گنداوری مینداخت از این ور این خواسته ای که جمع کرده بودن بین دو کوه کوپه کرده بودن رو زمین، میگه تیر از این ور مینداختن به اون ورش نمیرسید، اینقدر این کوپه بزرگ بود. چو رستم نگه کرد خیره بماند، جهان آفرین را فراوان بخوام. چنین گفت که این روز ناپایدار، گهی بزم سازد گهی کارزار، همی گردد این خواسته زان بدین، به نفرین دهد گه گهی بافرین. این ناپایدار به نظرم اینجا یعنی به همشور، در هم بر هم، بی حساب و کتاب معنی میده. یه جا فردوسی در مورد هزار بیت دقیقی، چون میدونن که فردوسی هزار بیت از دقیقی رو در شاهنامه آورده، در همین شاهنامه‌ای که الان جلوی ما هست، و وقتی که ابیات دقیقی رو توضیح میده بعدش میگه، یعنی میاره تو شاهنامه، بعدش میگه به گیتی نمان دست از او یادگار، مگر این سخنهای ناپایدار. خب مگر این سخنهای ناپایدار یعنی چی؟ فردوسی که خودش میدونه اینا پایدارن، چون داره در شاهنامه‌اش میاره. خب اگر به اصطلاح ناپایدار اینجا نمیتونه به معنی نابود شونده باشه یا از بین رونده باشه، چون که اتفاقا بقیه چیزهای دقیقی ناپایدار بودن، این هزار بیتش پایدار بوده که به فردوسی هم رسیده، فردوسی هم اینا رو داره ثبت میکنه برای آیندگان، درسته؟ پس نمیتونه منظور فردوسی از ناپایدار اینی که میرا و گذرا معنی بده، هم چیزی نمیتونه، در حداقل در این بیتی که در مورد دقیقی داره میگه. و خب اونجا آدم چی میتونه معنی کنه؟ میتونه معنی کنه بیت‌های نادلپسندی که خیلی هم خوب سروده نشدن، وزنش غلطه، قافیهش غلطه، نامیزونن، برهمشورن، ترتیبشون درست نیست، و به نظرم همون برهمشوری که ما کرمونی‌ها میگیم یا برهمشوری که ترونی‌ها میگن اون بهتره، یعنی ابیات که نامعلوم ریخته به هم. به گیتی نمان دست از او یادگار، مگر این سخنهای یا سخنهای ناپایدار. خب حالا میگه چنین گفت که این روز ناپایدار، من این ناپایدار این روز رو هم میخوام مثل اون ناپایدار سخنهای ناپایدار دقیقی معنی کنم، بگم اینجا هم یعنی این روز ورهمشور، این روز بی حساب کتاب، این روزگاری که معلوم نیست چجوریه. گهی بزم سازد گهی کارزار. حالا چرا حالا فردوسی یاد این میفته؟ به خاطری که این خواسته ای که اون وسط ریخته تو بیابون و یک زورمند گنداوری اگر یه تیری بزنه از این ورش به اون ورش نمیرسه، اینقدر فراوونه، اینها تا همین پریروز دست کی بودن؟ دست خاقان چین بودن و دست دشمنانی که به اتکای اینها آمده بودن و پوست ایرانیان رو کنده بودن و ایرانیان رو در کوه‌ها آواره کرده بودن و تا رستم برسه. پس بنابراین میگه گهی بزم سازد
جهی کارزار، یعنی روزگار اینجوریه، یه وقتی باعث میشه که تو با مالت حال کنی، یه وقتی هم مز خاطر مالت باید بجنگی. همی گردد این خواسته زان بدین، به نفرین دهد گه گهی با آفرین. و حالا میگه که میمیری مالت میرسه به بچه، همی گردد این خواسته زان بدین، از اون میرسه به اون، از پدر و مادر میرسه به فرزند، از دوست میرسه به دشمن، از دشمن میرسه به دوست. به نفرین دهد گه گهی با آفرین. یه وقتی هست که ما مال پدر مادرمون رو برمیداریم میریم خرج میکنیم، میگیم که خدا خیرشون بده، این چهار قرون برای ما گذاشتن، اگه نه حیرون میشه. یه وقتی هم برمیداریم خرج میکنیم، میگیم مرد شورشون ببرن که این میراث مزخرف برای ما گذاشتن. گهی به نفرین دهد گه با آفرین، یکی گنج از انسان همی پرورد، کسی دیگر آید که از او برخرد. بران بود کاموس و خاقان چین، که آتش برارند از ایران زمین. میگه یادتونه که خاقان و کاموس تو چه افکاری بودن. بران بود کاموس و خاقان چین، که آتش برارند از ایران زمین. بدین زنده پیلان و این خواسته، بدین لشکر و گنج آراسته، به گنج و به انبوه، گنج یعنی عده، انبوه یعنی عده، به گنج و به انبوه یعنی به لوازم و لوجستیک، و به انبوه هم یعنی نفرات. به لوجستیک و نفرات بودند شاد، زمانی ز یزدان نکردند یاد، که چرخ و سپهر و زمان آفرید، بسی آشکار و نهان آفرید. سپه بود و هم گنج آباد بود، سگالش همه کار بیداد بود. سگالش یعنی اینجا خروجی، خروجی فکر اونها، خروجی تصمیم اونها. سپه بود و هم گنج آباد بود، همه چی داشتن، سگالش همه کار بیداد بود، ولی خروجی این همه دارایی بیدادگری بود. کنون این بزرگان هر کشوری، گزیده ز هر کشوری مهتری، عبازند پیلان فرستم به شاه، همان تخت زرین و زرین کلاه. و حالا همینا رو که اسیر کردم و بزرگان هر کشوری رو و وسایل رو میفرستم برای کیخسرو، همان خواسته بر حیونان مست فرستم، سزاوار چیزی که هست. وزیدر شوم تا زنان تا به کنگ، درنگی نوالا بود مرد سنگ. درنگی یعنی درنگ کردن. گفتم که درنگ در شاهنامه دو تا معنی متضاد میده، یه جا یعنی وقار و عظمت و شوکت و قدرت، و یه جا یعنی معطلی و حیران شدن و لفت دادن و از این چیز. اینجا به اون معنی میگه لفت دادن نوالا بود مرد سنگ را، یعنی مرد سنگ، مرد وزین، مرد بزرگی مثل من خوب نیست که معطل کنه. وزیدر شبم تازنان، تازنان یعنی تازیان، تا به کنگ میرم به سمت افراسیاب، کسی کو گناهکار و خونی بود، یعنی در ماجرای سیاوش، کسی کو گناهکار و خونی بود، به کشور بماند زبونی بود. اون نمیشه که ما الان برگردیم بریم ایران بگیم خب ما شکست دادیم اینا رو، اینم غنایم، اینم چیزمیزایی که گرفتیم، اینم پادشاه چین، اینم پادشاه هند. بعد اونی که سیاوش رو کشته همینجور ول بگرده، و این که نمیشه. وزیدر شبم تا زنان تا به کنگ، درنگی نبالا والا بود مرد سنگ را. این رای اینجا حذف شده. کسی کو گناهکار و خونی بود، به کشور بماند زبونی بود. جهان را به خنجر بشوییم پست، بدان را نمانم که باشد نشست. بدو گفت گودرز
که نیک رای، تو تا جای ماند بمانی به جای. خب این میگن شریطه و یعنی شرطی برای زندگی یه نفر تعیین کردن و بگن که مثلا تا جهان برقراره تو زنده بمونی، تا خورشید از مشرق طلوع میکنه تو پایدار باشی، تا خورشید در مغرب فرو میره تو راحت باشی، آسوده باشی. به این میگن دعای تعبید. دعای تعبید که در بخش شریطه قصیده ها میومده، در آخر قصیده ها میومده. و دعای تعبید کردن، دعای ابدی بودن برای کسی کردن. چرا حالا گوده از اینجا داره دعای تعبید میکنه برای جناب رستم؟ به خاطری که گوده هرس دلش پر خونه. 78 از پسرانش کشته شدن و هر لحظه نگرانه که اینها دست از انتقام برداره. اگر رستم همین الان دست از انتقام برداره و برگرده، گودرز این خون بچه‌هاش رو میخواد از کی بگیره؟ این انتقام خون بچه‌هاش رو از کی بگیره؟ به خاطر همین میگه بدو گفت گودرز کی نیک رای، تو تا جای ماند بمانی به جای. تا جای هست، تا مکان وجود داره تو باشی. تهمتن فرستنده ای را بجوست که با شاه گستاخ باشد نخست. دنبال یک نفر میگشت که بتونه بره پیش کیخسرو حرف بزن. کیخسرو پادشاهی نبود که هر آدم بی سر و پای بتونه جلوش بره بیسته و به تته پته نیفته. که با شاه گستاخ باشد نخست، فریبرز کاووس را برگزید، عموش رو، عموی شاه رو، که با شاه نزدیکی او را سزید. چون این گفت که اینیک پی نام دار، هم از تخم شاهی و هم شهریار هنرمند، با دانش و وانژاد تو شادان و این گوهران از تو شاد. ها ببینن میگه تو شادانی و این گوهران از تو شاد، یعنی شاهی، دانش، نژاد از تو شاده. هنر یکی رنج برگیر و زیدر برو، به برنامه من بر شاه نو، ابا خویشتن بستگان را ببر، هیونان و بستگان اینجا یعنی اسرا را، ابا خویشتن اسرا را ببر، هیونان و این خواسته سر به سر، همان افسر و یاره و توق و تاج، همان زند پیلان و آن تخت آج. فریبرز گفت ای هزبر جیان، منم راه را تنگ بسته میان. گفت من نوکرتم هستم، در خدمتتم هستم، منم راه را تنگ بسته میان. دبیر جهان دیده را پیش خواند، سخن هرچه بایست با او بران. به فرمانش بر نامه خسروان ز انبر نبشتند بر پرنیان. سر نامه کرد آفرین خدای، کجا هست و باشد همیشه به جای. من یادمه که حافظ میخوندیم بس رسید بودیم به این بیت: بر برگ گل به خون شقایق نبشتند، آن کس که پخته شد می چون ارغوان گرفت. و بحث در گرفته بود بین بچه ها و دوستان در جلسه که حالا یعنی چی؟ بر برگ گل به خون شقایق نمیشد رو کاغذ بنویسن، نمیشد ما مرکب بنویسن، با خون شقایق رو برگ گل نوشتن، به چه حساب؟ این چه تعبیریه که حافظ داره؟ خب مراجعه میکردیم به این حافظ پژوهان و معنی کنندگان، چی هم در نمیومد از توی اینا که چرا بر برگ گل به خون شقایق نوشتن. ما حاصل فکر ما رسید به اینجا که مهمه که با چی روی چی می نویسی. مهمه که یک نامه مهم، یک منشور مهم، یک فرمان مهم رو شما با قلم معمولی، با مرکب معمولی، بر کاغذ معمولی ننویسی.
اهمیت او فرمان به تو حکم میکنه که بری قلم از مصر بیاری، مرکب از کجک بیاری، کاغذ از نمیدونم پاپیروس از فلانجا بری بیاری، از چین کاغذ بیاری و یک خطاطی رو بیار بنویس. این که چیزهای عجیب رو گرد بیاری، نوادر رو که در فقط خزاین پادشاه هست، اهمیت نوشته رو میبره بالا. حالا حافظ میخواد بگه یه چیز مهمی رو نوشته، میگه بر برگ گل به خون شقایق نوشتند، آن کسی که پخته شد میگه چون ارغوان گیره. میخواد اهمیت نوشته رو بگه. اصلا مهم نیست که حالا برگ گله یا خون شقایقه، داره دنبال یه مرکب فوق‌العاده میگرده، یه کاغذ فوق‌العاده میگن. نگاه کنید اینجا این مرکب و کاغذ فوق‌العاده رو میگه به فرمانش بر نامه خسروان زنبر نوشتند بر پرنیان. رفتن ابریشم بود و با انبر، همه اینا فوق‌العاده گرون قیمت هست. انبر میدونه از یه ماهی به دست میاد، در دریا نورده میرن انبر رو، یه ذرهش رو میارن مثلا کلی قیمتش. پرنیان یه ابریشم فوق‌العاده گرون، کسی نامه رو پرنیان که نمی‌نویسه. به فرمانش بر نامه خسروان ز انبر نوشتند بر پرنیان، سر نامه کرد آفرین خدای، کجا هست و باشد همیشه به جای. برارنده ماه و کیوان و هوش، نگارنده فر و دیهیم و زور، سپهر و ستاد زمین آن اوست، روان و خرد زیر فرمان اوست. ببینن فردوسی فکر میکرده که زمین حرکت نمیکنه و فکر میکرده جهان دور زمین حرکت میکنه. میگه سپهر و ستاد زمین آن اوست، زمان و خرد زیر فرمان اوست. وضو آفرین باد بر شهریار، زمانه مماناد از او یادگار. با این زمانه مماناد از او یادگار، به اصطلاح مدح شبیه به ذمه. نه مثلا من نمیتونم بگم که روزگار از او یادگار نمونه، باید بگیم یادگار بمونه، درسته؟ ولی خب وقتی ما میگیم روزگار از او یادگار بمونه، معنیش این که او بمیره و یادگارهایی در این دنیا داشته باشه. آقای فردوسی اصلا میگه او اصلا کلن نمیره، که روزگار اصلا قرار باشه از او بیادگار. چون دیفالت برای فردوسی این هست، یا برای رستم نویسنده نامه، دیفالت برای رستم این هست که روزگار از آقای کیخسرو بیادگار میمونه. اصلا این دیفالت معلومه که نام کیخسرو از تاریخ ایران پاک نمیشه، معلومه که یادگارهای کیخسرو محو نخواهد شد. این آرزوی نیست که مهم باشه در مورد، مهم اتفاقا اینی که ما بگیم یادگار نمونه، یعنی که خسرو همیشه خودش بمونه. ببینه میگه سپهر و ستاد زمین آن اوست، روان و خرد زیر فرمان اوست، زیر فرمان خدا. وضو آفرین باد بر شهریار، از خدا درود باد بر شهریار، بر کیخسرو. زمانه مماناد از او یادگار، یعنی زنده بمونه همیشه. رسیدم به فرمان میان دو کوه، سپاه سه کشور شده هم گروه. همانا که شمشیر زن صد هزار، ز دشمن فزون بود در کارزار. کشانی و شکنی و چینی و هند، سپاهی ز چین تا به دریای سند. ببینن شما مثلا این هم در ادامه اون صحبتی که با شاهرخ میکردیم، هند رو فردوسی در موارد زیادی هند میگه و در موارد زیادی هند میگه. و اتفاقا اگه شما تو لغتنامه ده خدا مراجعه کنید، نوشته هند در اکثر موارد، فردوسی هند تلفظ میکنه در اکثر موارد، و در موارد کمی هند تلفظ میکنه.
ز کشمیر تا دامن کوه شهد سرا پرده و پیل دیدیم و مهد. بترسیدم از دولت شهریار یعنی بترسیدم واسه دولت شهریار، بترسیدم برای دولت شهریار که از این رزمگاه اندر آرد نهار. نهار یعنی گرسنه. از این رزمگاه اندر آرد نهار یعنی این که ترسیدم که دولت شهریار گشنه از تو این رزمگاه خارج بشه، لاغر، فرتوت، ناتوان از توی این رزمگاه خارج میشه. انگار که در یک رزمگاهی که پیروزی با ماست، دولت ما اونجا فربهه، و وقتی که شکست با ماست، دولت ما اونجا لاغره، نهاره. چهل روز برهم همی جنگ. من اینجا برهم رو میخوام روی هم رفته معنی کنم. البته نداریم فکر کنم این رو در فرهنگ هامون، در فرهنگ های کهنمون، ولی خیلی من قلقلک میشم این که این رو روی هم رفته معنی کنم، نه لشکرها برهم. میتونیم این اونجوری معنی کنیم چهل روز برهم همی جنگ بود، یعنی لشکرها برهم میتاختن، ولی نمیدونم چرا که حس میکنم اینجا باشه باید باشه برهم، یعنی روهم رفته. چهل روز برهم همی جنگ بود، تو گفتی بر ایشان جهان تنگ بود. همه شهریاران کشور بودند نه برباد، با بخت لاغر بودند. میان دو کوه از بر راغ و دشت، ز خون و ز کشته نشاید گذشت. این نبرباد با بخت لاغر بودن رو اگر شما به پایین صفحه مراجعه کنید و نسخ بدلها رو ببینید، میبینید که بیتی بوده که خیلی اختلاف نسخ داره. تو یکی از نسخ بدلها هست ز بیداد به جای نبرباد، هست همه شهریاران کشور بودن، ز بیداد با بخت لاغر بودن. همون اشاره حالا به همون بخت لاغر یا دولت لاغر، و میگه که اینها از بیدادگری اقبالی نداشتن، عظمتی نداشتن به خاطر ستمهایی که کرده بودن. ولی تو این نسخه همینجور که میبینید نه بر باده. و اگر نه بر باد بگیریم، اون وقت حالا قسمت دوم تو نسخه بدلها هست با تاج و افسر بودن، یعنی اینجوری بگیریم، بگیم همه شهریاران و کشور بودن نه بر باد، با تاج و افسر بودن، یعنی بر علکی نبودن، آدم های علکی نبودن، با تاج و افسر بودن. خب این خوب میشه. یعنی اگر قسمت اول بیت رو بگیریم بر باد، اون رو با نسخه بدل رو قبول کنیم که میگه با تاج و افسر بودن، اگر تاج و افسر رو قبول نکنیم، بخت لاغر رو قبول کنیم، این ور باد باشه نمیتونه دیگه باشه نبرباد، باید باشه زبیداد. و واقعا نمیدونم چی درسته چی درست نیست، فردوسی چی گفته، و واقعا نمیتونم نبرباد با بخت لاغر بودن رو خوب معنی کنم، باید یکی از او حالات باشه تا بفهممش. همه شهریاران کشور بودن نبرباد، با بخت لاغر بودند. میان دو کوه از بر راغ و دشت، ز خون و ز کشته نشاید گذشت. همانا که فرسنگ باشد چهل، پراکنده از خون زمین زیر گل. سرانجام از این دولت دیریاز، سخن گویم این نامه گردد دراز. خب این سرانجام از این، درست امروزه در افغانستان مردم این از این رو اینجوری به کار میبرن، ما امروزه میگیم سرانجام این، ما میگیم سرانجام این دولت دیریاز، یعنی پیروزی بزرگ، میگیم سرانجام این
دولت دیریاز سخنگویم این نامه گردد دراز. یعنی اگر بخوام تا آخر این قضیه این پیروزی و جنگ برای شاه بنویسم نامه دراز به درازا خواهد انجام. ولی میگه سرانجام از این دولت دیریاز، یعنی اگر بخواهم تا ته این ماجرا رو بگم سخنگویم این نامه گردد دراز، همه شهریاران که دارند بند که اسیر هستند، ز پیلان گرفتم به خم کمند. میگه همینقدر فقط بگم که من این پادشاهایی که اسیر کردم از رو فیل وردم پایین، سوی کنگ دارم کنون رای و روی، مگر پیش گرز من آید گروه. میگه میخوام برم و قاتل سیاوش رو بگیرم، گروه زره که کسی بود که سر سیاوش رو بریده. زبانها پر از آفرین تو باد، سر چرخ گردان زمین تو باد. چو نامه به مهرندر آمد بداد، ببردش فری برز خسرو نژاد. ابا شاه و پیل و هیونی هزار، این شاه که اینجا میگه منظور اسرا هستن، ابا شاه و پیل و هیونی هزار، از آن رزمگه برنهادند بار. فریبرز کاووس شادان برفت، به نزدیک خسرو بسیجید تفت. همی رفت با او گو پیلتن، بزرگان و گردان آن انجمن به پدرود کردن. رستم هم باش یه تیکه رفت که خداحافظی کنه. به پدرود کردن گرفتش کنار، ببارید آب از غم شهریار. وزان جایگه سوی لشکر کشید، چون جعد دو زلف شب آمد پدید. نشستند با رامش و رود و می، به یک دست رود و به یک دست نی. و میگه که از اونجا میگه ببارید آب از غم شهریار. این نکتهش برام جالب بود که رستم دلش تنگ شده برای کیخسرو. برفتند از آن پس به آرام خیش، گرفته به بر هر یکی کام خیش. همه رفتن خوابیدن. چو خورشید با زیب و دیبای زرد ستم کرد بر توده لاجورد. یعنی صبح شد، یعنی خورشید با ستمگری توده لاجورد رو، یعنی سیاهی شب رو کنار زد. همانگه ز دهلیز پرده سرای برآمد خروشیدن کرنای، صدای شیپورهای جنگی به هوا رفت. تهمتن میان تاختن را ببست، بران باری تیز تگ برنشست. بفرمود تا توشه برداشتند، همه راه دشخار بگذاشتند. رفتن به طرف مسیر طولانی و سخت. بیابان گرفتند راه دراز، بیامد چنان لشکر رزم ساز. چنین گفت با توس و گودرز و گیف، که ای نامداران و گردان نیف، من این بار تنگ اندر آیم به جنگ، بداندیشگان را شود کار تنگ. گفت این دفعه من این بار تنگ اندر آیم به جنگ. و توی قلب ماجرا خواهم بود، توی دل ماجرا خواهم بود، مثلی که حالا تا حالا نبوده. بدندیش را، بدندیشگان را شود کار تنگ. تنگ اول یعنی نزدیک، تنگ دوم یعنی مخمسه و مشکل. که دانست که این چارگر مرد سند، سپاه آرد از چین و سقلاب و هند. میگه که کی باور میکرد که این چارگر، چارگر اینجا یعنی افراسیاب، یعنی هیلگر، مرد سند، سند یعنی هرومزاده نانجیب، سپاه آرد از چین و سقلاب و هند. کی فکر میکرد که این هرومزاده آقای افراسیاب میاد چکار میکنه، این همه سپاه از این برا اون ور جور میکنه. من او را چنان مست و بیهوش کنم، تنش خاک گور سیاوش کنم،
که از هند و سقلاب و شکنان و چین نخوانند از این پس بر او آفرین. مست ظاهرا اینجا یعنی زار، چون مستی یعنی زاری. مستی مکن به تعبیری که آقای چیز میگه، رودکی میگه، مستی مکن که نشنود او مستی، و زاری مکن که نشنود او زاری، مستی مکن که نشنود او مستی. همچی چیزی یه بیتی داره معروف مال رودکیست و به معنی همین زاری و غم و درد هست. میگه من او را چنان مست و بیهوش کنم، تنش خاک گور سیاوش کنم، که از هند و سقلاب و شکنان و چین نخوانند از این پس بر او آفرین. بزد کوس و ز دشت برخاست گرد، هوا پر ز گرد و زمین پر ز مرد، از آن نامداران پرخاش جوی، و ابر اندر آمد همی گفتگوی. دو منزل برفتند از آن رزمگاه، که از کشته بود روی گیتی سیاه. یکی بیشه دیدند و آمد فرود، سیاه شد ز لشکر همه دشت و رود. هر آن چیز کان از در شاه بود، این از در شاه بود یعنی قابل ارسال بود، یعنی چیزایی که میشد برای کیخسرو بفرستی. هر آن چیز کان از در شاه بود، فریبرز را دست کوتاه بود. ولی فریبرز نمیتونست اونا رو ببره، یعنی لایق بود که بفرستن برای شاه، ولی فریبرز نمیتونست. فریبرز هم دیگه حدی داشت بردنش دیگه. فریبرز را دست کوتاه بود، ببخشید یک سر همه بر سپاه، نجنبید یک تن از آن جایگاه. میگه اینها را بین سپاهیان تقسیم کردن، نجنبید یک تن از آن جایگاه. کوچکترین اعتراضی اتفاق نیفتاد. ببینه این اون ارتش آرمانی برای رستم یا برای فهم ایرانیان اینه. درست میگم که کاملا فرق میکنه با ارتشی که توصیف میشه از طرف مثلا ارتش های ابتدای صدر اسلام، که اصلا یکی از جنگ های بزرگ بر سر همین غنایم بوده و تقسیم غنایم بوده که به کی چی رسیده، به کی چی رسیده، حتی نسبت به غنایمی که به خود پیغمبر میرسیده تو جنگ. یعنی مثلا چون میدونم دو تا کنیز میرسیده به پیغمبر، سری کنیزا دعوا بوده. یعنی حالا اینکه بین سپاهیان این جنگ ها وجود داشته که حالا به فلان طایفه زیاد دادین به فلان طایفه کم دادین، هیچ. سر حتی تقسیماتی که به خود فرماندهان اصلی هم میرسیده نزاع وجود داشته، در صورتی که ارتش آرمانی برای به اصطلاح رستم یا برای فردوسی ارتشیه که اصلا انگار نه انگار که برای غنیمت اومده. میدونه اتفاقا چیزی که توی دنیای اسلام هم از اول همش دلشون میخواست بعدها مخصوصا ایدئولوژیک کنن جنگ های اسلامی رو، دیدن که مثلا تصویری که خیلی ها میدن از ارتش مسلمانان این هست که این ارتش مسلمانان که به ایران حمله کردن اینا همه ایدئولوژیک مثلا بودن، هدفشون جهاد اکبر، جهاد ابتدایی بوده، میخواستن برن جهاد بکنن، میخواستن دین خدا رو منتشر بکنن، و بنابراین آرمانهایی چون ایدئولوژیک داشتن مثلا در جنگ پیروز شدن. مثلا خیلی ها این رو یکی از دلایل پیروزی اونها تو جنگ عنوان میکنن، کوشش اتفاقا میکنن که یه ارتش آرمانی تصویر بکنن، ولی واقعیتش یعنی واقعیت‌های روی زمین چیز دیگری نشون میده. ببخشید یک سر همه بر سپاه، نجنبید یک تن از آن جایگاه. همی بود با رامش و می به دست، یکی شاد و خرم یکی خفته مست. همه انگار نه انگار که حالا غنیمت تقسیم شده یا مثلا کم دادن یا زیاد دادن. فرستاده آمد زهر مهتری، زهر نامداری، و هر کشوری بسی هدیه و ساز و چندی نثار ببردن نزدیک آن نامدار. تازه برای رستم هدیه هم میبردن و از طرف ارتش خودشون، اون طایفه خودشون، گروه خودشون، خطه خودشون اون رو تشویق هم میکن.
حالا از اون طرف چو بگذشت از آن داستان روز چند، ز گردش نیاسود چرخ بلند. کس آمد بر شاه ایران سپاه، که آمد فریبرز کاووس شاه. ببینه فردوسی میخواد یک صحنه دا از فکر کنید الان فردوسی داره فیلم میسازه، میخواد از این صحنه جنگ بره بیرون، درسته؟ میخواد بره یه جای دیگه. اونجا کجاست؟ اونجا فریبرزه، حالا تو ایرانه، میخواد یه بره اونجا. و انگار که مثلا موسیقی عوض میشه یا یه جوری ریتم عوض میشه، فردوسی هم میگه باید یه بهانه ای بیاره، یه نکته ای بگه که با واسطه اون نکته بره. میگه مگر چرخ از گردش وای میسته؟ میشه که چرخ از گردش وایسته؟ میگه نه، خب نمیشه. میگه خب چرخ داره میگرده، بنابراین یه جای دیگه ای دنیا هم داره یه اتفاقاتی میفته. میگه چو بگذشت از آن داستان چند روز، ز گردش نیاسود روز چند، ز گردش نیاسود چرخ بلند. کس آمد بر شاه ایران سپاه، که آمد فریبرز کاووس شاه. پذیره شدن شاه گنداوران، ابا بوق و کوس و سپاهی گران. فریبرز نزدیک خسرو رسید، زمین را ببوسید کورا بدید. نگه کرد خسرو بدان بستگان، یعنی اسرا، حیونان و پیلان و آن خستگان. انان را بپیچید و آمد زرا، ز سر برگرفتان کیانی کلا. فرود آمد و پیش یزدان به خاک بغلطید و گفت ای جهاندار پاک، ستمکاری کرد بر من ستم. مرا بی پدر کرد و با درد و غم، تو از درد و سختی رهانیدیم. همی تاج را پرورانیدیم، همی تاج را یعنی برای تاج گذاری، برای لیاقت داشتن این که تاجش پادشاهی رو بر سر بذارم، پرورانیدیم. زمین و زمان پیش من بنده شد، جهانی به گنج من آکنده شد. سپاس از تو دارم نزن انجمن، یکی جان رستم تنبستان زمن. میگه که هر بلایی که میخوای سرم بیاری بیاد. انجمنی هم که رفتن اونجا، اون جنگجویانی هم که رفتن، اون تلفاتی هم که دادن، اون شاهان و شاهزادگان و امرا و اینا هم از هر کار دلت میخواد باشون بکن، فقط جون رستم رو از من نگی، تا من زنده هم رستم زنده باشه. این دعا رو کرد. بزد اسب و زان جایه بازگشت، بدان پیل و آن بستگان برگذشت. بسی آفرین کرد بر پهلوان، که او شاد بادا و روشن روان. یک کلمه بود که خودش رو به چی بود اسمش؟ فریبرز. هیچی نگفت، نگفت دستت درد نکنه، خسته نباشی، گفتم رستم گرد، که او شاد بادا و روشن روان. به ایوان شد و نامه پاسخ نوشت، به باغ بزرگی درختی بکشت. نخست آفرین کرد بر کردگار، کزو دید نیک و بد روزگار. به نظر میرسی که خسرو سواد داشته، چون که حالا این یکی از موارد هست، ما همش میبینیم که کیخسرو خودش مینویسه و دبیر خردمند را پیش خواند نداره. یعنی اینجوری نیست که هی یه دبیری رو بخونه یا موبد رو بخونه که نامه بنویسه براش. ببینیم خودش نوشته ظاهرن. به ایوان شد و نامه پاسخ نوشت، به باغ بزرگی درختی بکشت. نخست آفرین کرد بر کردگار، کزو دید نیک و بد روزگار. خداوند کیوان و گردان سپهر، کزو گست پرخاش و پیوند و مهر. سپهری از این گونه برپای کرد، شب و روز را گیتی آرای کرد. یکی را چنین تیر بخت آفرید، یکی را سزاوار تخت آفرید. غم و شادمانی ز یزدان پاک،
کزوی است مردی و ناباک و باک. رسید آنچه گفتی بدین وارگاه ای رستم، رسید آنچه گفتی بدین وارگاه، اسیران و پیلان و تخت و کلاه. خب این رسید آنچه گفتی، کجا گفتی؟ در نامه گفتی؟ میتونه یعنی رسید آنچه که در نامه گفتی، یا رسید آنچه که نفری قبل از این گروه اومد به ما گفت. شاید رستم نفر فرستاده اول، چون بالاخره اینا حجم زیادی داشتن مال اموال می‌بردن و خب حرکتشون کند بوده، پس یه نفر زودتر رفته و اخبار رو داده، چه بسا که نامه رستم رو داده، حالا تازه اون رسیده. میگه رسید آنچ گفتی بدین بارگاه، اسیران و پیلان و تخت و کلاه، ز دیبای چینی و از تخت آج، از اسبان تازی و از توخ و تاج، حیونان حیونان بسیار و افگندنی، ز پوشیدنی هم پراکندنی، همه آلت و ساز سورست و بزم، به پیش تو زینسان که آید برد، مگر آن کسی کش سرایت ز پیش، بر این گونه سیر آمد از جان خیش. وزان رنج بردن به توران سپاه، شب و روز بودن به آوردگاه، زکارت چه بردم به روز و به شب، گشاده نکردم به بیگانه لب. میگه تو نمیدونی رستم من چقدر دل به فکره. نمیگه وقتی تو رفتی میگه بزن یه ذره برگردم، میگه وزان رنج بردن به توران سپاه، شب و روز بودن به آوردگاه، یعنی وقتی که تو اونجا بودی. بعد میگه زکارت چه بردم به روز و به شب، تو نمیدونی من چه کشیدم، چه بردم اینجا یعنی چه کشیدم به روز و به شب، گشاده نکردم به بیگانه لب. میگه به هیچ کس نگفتم چیزی که من دل به فکر رستمم. شب و روز بر پیش یزدان پاک، نوان بودم و دل شده چاک چاک، کسی را که رستم بود پهلوان، سزد گر بماند همیشه جوان. پرستنده چون تو نیارد سپهر، ز تو بخت هرگز مبراد مه. این نیارد رو هم من دلم میخواد که مخفف نیاورد معنی کنم، نه به معنی یارا ندارد، چون میتونیم بگیم پرستنده چون تو نیارد سپهر، یعنی یارا ندارد سپهر. ز تو بخت هرگز مبراد مه. ولی من دوست دارم که این نیارد رو همینجوری که ما امروزه مخفف میکنیم میگیم نیارد، نمیدونم واقعا در زمان فردوسی نیاورد رو نیارد میگفتن یا نه، ولی خیلی جور در میاد که مخفف نیاورد بشه. نویسنده پردخته شد زافرین، نهاد از بر نام خسرو نگین. خب نویسنده اینجا یعنی میشه خود کیخسرو. پردخته شد زافرین یعنی از نامه را تمام کرد. باز اینجا معلوم نیست که واقعا نویسنده خود کیخسرو یا یه نفر دیگه داره می نویسه، چون میگه نهاد از بر نامه خسرو نگین، باز میتونه خودش نوشته باشه، میتونه نویسنده جدا باشه، مهرش کرد بره. بفرمود تا خلعت آراستن، ستام و کمرها بپیراستند، صد از جعد مویان زرین کمر، ده اسب گران مایه با زین زر، ده استر همه بار دیبای چین، صد اشتر ز افکندنی همچنین، ز یاقوت رخشان ده انگشتری، ز خوشاب و زر افسری برسری. برسری یعنی in the top of everything. این تو شاهنامه میاد همیشه، برسری. برسری یعنی روی همه. ز یاقوت رخشان ده انگشتری،
ز خوشا و زر افسری برسری خوش ز پوشیدن شاه دستی به زر. ز پوشیدن شاه یعنی یاره، توق، کمر، چیزایی که شاه میپوشه، چیزایی که فقط شاه میپوشه. شاه کمر میپوشه، شاه یاره داره، شاه توق داره. ز پوشیدن شاه دستی به زر، همان یاره و توق و زرین کمر. از این اقلام خاص. سران را همه هدیه ها ساختند، یکی گنج از انسان بپرداخت. پس یک سری سوغاتی و هدیه خاص برای سران، مثلا احتمالاً برای طوس، برای رستم، برای گیو، برای گودرز، اینها تهیه کردن که بدن نامه، جواب نامه رو اینها ببرن برای رستم. اما یه چیزی که بامزه هست اینه که دیدین که ما ایرانی ها این داستان سوغاتی و سررایی و اینا از بین نمیره بینمون. و مثلا از کانادا میریم ایران یه شلواری میبریم برای یکی، از اونجا دوباره میام اینجا یه شلواری میبریم برای یکی. معلوم نیست خب آقا این شلوار اینجا بده به این، اون شلوار اونجا بده به این، این بار از اینجا بده. حالا این عین این چه زد فریبرز است که یعنی از اونجا اومده دیبای چینی و نمیدونم فلان و توق و کمربند زرین آورده، از این برم که دوباره میره دوباره شاه دیبای چینی و توق و کمربند زرین بارش داره میکنه، میگه برو بده به فلانی و فلانی و فلانی. چی میگه زرین؟ بله زرین میگه برای نیاز نمیدن، برای کادو میدن، ربطی هم نداره. منظورش این که یعنی حرف مف نزن، من دیگه نمیزنم. به هر حال خلاصه میگه این خلاصه این سنته جالبه. نه راست میگه زرین، برای نیاز نیست، برای کادوه، ولی جالب. ز پوشیدن شاه دستی به زر، همان یاره و تو خزرین کمر. سران را از همه چیش ببخشین عجیبتر اینه که حالا سوغاتی رو داره میفرسته میدون جنگ، هاشون هم نیستن که. من یادت نمیدم این ماجرای یکی از جنگای دوره اشکانی افتادم که مثلا میرفتن به جنگ، انقدر سنگین میرفتن که تو کتابای تاریخ مثلا می نوشت که اینقدر سنگین می رفتن فقط مثلا 400 زن هم باشون بردن مثلا. بله تو جنگ خانامیس هم مثلا که خشایارشا رفت و شکستم خورد، اتفاقا یکی از دلایل شکستش این سنگین بودن خیلی زیاد لشکر بود که اصلا حمل این وزن مشکل بود برای سپاهی ها. بله خب آدم ها چی می گذنی؟ دو دقیقه دیگه داریم. خب به هر حال بله این نکته جالب است که در هیچ شرایطی این هدیه و این ارسال ها ترک نمیشه. سران را همه هدیه ها ساختند، یکی گنج از انسان بپرداختند. فریبرز را تاج و تخت و درفش، یکی طوق زرین و زرین کفش. فرستاد و فرمود تا بازگشت، از ایران به سوی سپهبد گذشت. چون این گفت که از جنگ افراسیاب، نه آرام باید نه خورد و نه خواب. مگر کان سر شهریار اندکی، به خم کمند تو آید یکی. و هیچ راهی نداره غیر از این که سر افراسیاب در کمند رستم. فریبرز برگشت از آن جایگاه، به کام دل شاه ایران سپاه. و گفتارن در آگاهی یافتن افراسیاب از شکستن لشکر رو اگر اجازه بدن بذاریم برای هفته آینده.